سلام، سعید فتحی روشن هستم و اینجا مدرسه عصر جدید. بذارید با یک کار جالب شروع بکنیم. میخوام که تمام حواستون رو بدید به این نوشته و این کاغذ. من کاغذ رو توی یکی از دستام میخوام بذارم و شما باید اون رو پیدا بکنید. حواستون باشه که کاغذ رو گم نکنید. آماده اید؟ پس همه حواستون رو به این کاغذ بدید. همه حواستون به کاغذ باشه. خب، خوب دقت کنید. فکر میکنید کاغذ توی کدوم دست منه؟ یه نکته بهتون بگم. میدونید وقتی که همه حواستون به این بود که کاغذ توی کدوم دست منه، دستمال جیب من رنگش عوض شد؟ اگه شک دارید یه بار دیگه این ویدیو رو ببینید. و اما کاغذ توی کدوم دستمه؟ این؟ بله، درسته. کاغذ توی این دست من بود. و این نکته خیلی مهم، میدونید که وقتی همه حواس شما به این بود که دستمال جیب من عوض شده، ما رنگ کاغذ رو هم از صورتی به نارنجی تغییر دادیم. جالب بود؟ امروز میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، مولتی‌تسک یا عملکرد چند تکلیفی. در طول روز، در طول شب، در طول مسیر زندگیمون، تمام حواس ما اطلاعات رو به مغز میفرسته و مغز تمام اطلاعات رو دریافت میکنه. چشایی، حس لامسه، بینایی، تمام حواس ما. اما مغز تصمیم میگیره که کدوم رو مهم جلوه بده و به کدوم توجه بکنه و کدوم رو عادی در نظر بگیره. بعضی از عملکردهای ما هم به صورت خودکار اتفاق میفته، مثل پلک زدن، مثل نفس کشیدن. ما به اونها فکر نمی کنیم. این اتفاقها در بخش میانی و پایینی مغز ما رخ میده. اما یه عملکرد عالی تر داریم که در بخش جلویی مغز اتفاق میفته و اون توجه کردنه. وقتی ما به یک موضوعی توجه میکنیم، ذهن ما، مغز ما اطلاعات دریافتی از اون نقطه رو بزرگتر جلوه میده و به اون بیشتر توجه میکنه. مثل همون اتفاقی که اول دیدیم. دیدید که وقتی توجه شما به کاغذ بود، دیگه به دستمال جیب دقت نمیکردید و وقتی توجهتون رو دستمال جیب رفت، دیگه به رنگ کاغذ دقت نکردید. بذارید یه مثال ملموس‌تر بزنیم. بیایید با هم یه چیزی رو تجربه بکنیم. تصور بکنید که توی ماشین هستید. ماشین رو روشن میکنید، حالا رادیوی ماشین رو روشن میکنید و یک موسیقی خوب از رادیو پخش میشه. در حال رانندگی هستید و همچنان به موسیقی هم گوش میکنید. توجه شما بین موسیقی و رادیو و رانندگی تقسیم شده. تا اینجا خیلی چیز عجیبی نیست. اما همینجوری که دارید میرید، تلفن همراهتون هم زنگ میزنه. تلفن همراه رو برمیدارید، یکی از دوستاتونه. شروع میکنید باهاش صحبت کردن. اینجاست که دیگه صدای رادیو رو نمیشنوید. ذهن شما تصمیم میگیره که اطلاعات مهمتری رو پردازش بکنه و اون تماس تلفنی دوستتونه. با دوستتون دارید صحبت میکنید و یک خبر ناگوار به شما میده. اینجاست که دیگه رانندگی هم از مرکز توجه شما کنار میره. تقریبا تمام ذهنتون میره سراغ خبری که شنیدید. حالا تصور بکنید وقتی این خبر بد رو شنیدید، یه دفعه یه موتور هم میپیچه جلوی شما. اینجا دیگه تلفن دوستتون اهمیت نداره. ذهن شما تصمیم میگیره که برای تصادف نکردن با اون موتور، تمام حواستون بره سراغ رانندگی. فرمون رو میپیچونید، ترمز میکنید، از کنارش رد میشید و این نگاه خشمالود بهش میکنید و به دوستتون میگید: ببخشید، متوجه نشدم چی گفتی؟ این یعنی اینکه ذهن ما در آن واحد نمیتونه روی چند تا چیز متمرکز بشه. ظرفیت ذهن ما محدوده و وقتی که چند کار رو با هم انجام بدیم، ذهن ما اون ظرفیت رو بین این کارها تقسیم میکنه. یک باور غلط وجود داره که خانوم ها فکر میکنن که میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن. اما خبر بد اینه که نه خانوم ها، نه آقایون، هیچ کدوم نمیتونن چند تا کار رو همزمان با هم با کیفیت بالا انجام بدن. اگر اینطور بود، تمام دنیا پلیس‌های راهنمایی رانندگیشون روی تابلوها می‌نوشتن که در هنگام رانندگی صحبت کردن با تلفن همراه برای آقایون ممنوعه. اطلاعاتی که توی این ویدیو بود مربوط به تحقیقات سرکار خانم انسیه قاسمیان شیروان هست، دانشجوی دکترای مؤسسه بین‌المللی نوروساینس دانشگاه بخوم و دپارتمان روانشناسی و نوروساینس مؤسسه پژوهشی لایبنیتس دورتموند. امیدوارم لذت برده باشید و متوجه شده باشید که پرت شدن حواس توی شعبده ممکنه یه اتفاق عجیب براتون رقم بزنه و لذت ببرید. اما توی زندگی باید روی کاری که انجام میدید تمرکز داشته باشید. ذهن ما توانش رو اگر روی یک کار بذاره و متمرکز بره جلو،
قطعا موفق تره. اگر تجربه ای دارید که وقتی میخواستید روی چیزی متمرکز باشید چیز دیگه ای ذهن شما را آشفته کرده و حواستون پرت شده و یه خرابکاری کردید، این زیر بنویسید، بین خودمون میمونه. ده خرداد. خرداد میشه چه ماهی؟ ماه چندم؟ سوم. یعنی ده سه 98. بله. ده سه 98. دیگه راجع بهش چی بگیم؟ خانم نونهالی. بله. خانم نونهالی، فکر میکنید که این آدم شغلش چی بوده؟ نمیخوام نگاه کنید به من، میخوام خودم یه چیزی بگم. بفرمایید. شغلش چی بوده؟ یا علی. آشپز. آشپز. دیگه چی میتونیم راجبش بگیم؟ آقای حیایی، این جا. آشپزی که توی ده خرداد فرمودید، بله، ده سه 98 فوت کرده، چه مشخصه ظاهری تو صورتش بوده؟ ماه گرفتگی، خال، بینی بزرگ گوشتی، گوش خاص؟ فکر کنم یه خود چاق بود. صورتش هم بفرمید. صورت گرد و توپلی داشت. چیز خاصی روی صورتش نبوده؟ زخم یا یه... شاید یه ماه گرفتگی داشته باشه. کجا بوده آقای حیایی ماه گرفتگی؟ رو پیشونیش. روی پیشونیش بوده. و اینکه آقای عظیمی نژاد، قد این آدم چقدر بوده؟ کوتاه بوده قدش. قد کوتاه بوده. آقا آریا هنوز داره ماکارونی میخوره؟ نمیدونم دهنشون پره یا نه. و اینکه کی به دنیا اومده؟ 1350. 1350 به دنیا اومده. و از همه مهمتر آقای علی خانی جان، اسم این آدم چی بوده؟ اسم همین اسمش رو فقط بفرمایید. فامیلی آشپز قد کوتاهی که یه ماه گرفتگی رو پیشونیشه، ده خرداد 98 از دنیا رفته، متولد 1350. بله بله. اسمش؟ بله. کاوه. کاوه. من دیگه واقعا چیز بیشتری نمیدونم. بازم صحبت کنیم بریم به نظرم بعدی. صفحه رو برعکس کن. همین صفحه رو؟ حتما. شاید نمیدونم. برعکس کنیم. شاید یه چیزی دیده بشه از توش. میشه چیزی خوند؟ این که نه. از اون ورش چی؟ اینجوری یعنی؟ البته یه کتاب هم اینجا هست. شاید یه صفحه از تو کتاب باید انتخاب بشه. بذارید ببینیم که من برق میزنم و شما هر جا خواستید به من بگید. استو. وایسا. صفحه رو نگاه کنید بدون اینکه من ببینم. شماره صفحه رو حفظ کنید. بله بله. خط اولش رو هم حفظ کنید. حالا یه چیز حدودی از خط اول این کتاب. بله. حفظ کردید؟ شماره هم حفظ کردید؟ بله. بذارید این وسط برای اینکه حالا همش هم رازگوشه اینا نباشه، یه کار منتال هم با شما انجام بدم. این توی دستتون باشه. چشم. برای اینکه تا حالا فرصت نشده بود که بین داور. البته توی اجرای اول تیم رو کار کردیم ولی خیلی دلم تنگ شد که یه کار اینجوری انجام بدیم. مام دلم تنگ شد. خواهش می‌کنم. اعداد کتاب میتونه تک رقمی باشه، دو رقمی باشه یا سه رقم. عکس العمل نشون ندید. من باید حدس بزنم. اعداد کتاب میتونه دو میتونه فرد باشه یا زوج. فرد، زوج. خب یه عدد فرد سه رقمی هست که میشه از یک تا ده بشمرید لطفاً بلند. یک، دو، سه، چهار، پنج. کافیه. صفحه کتاب 249 هست و راجع به قایم کردن یه چیزی نوشته توی خط اولش و نگران بودن از قایم شدن یه چیزی. بله. خب میخواید حالا همون سفر رو بیاریم برعکس کنیم؟ همون سفر رو، یه چند سفر عقب‌ترش رو بیارید. 200 چند بود؟ 49. 249 مثلا اینجاها رو بیاریم. 200 چند؟ از همینجا از 244 بشموریم بریم برسیم، بعد اون سفر رو برعکس کنیم، شاید یه چیزی از اونجا در بیاد. 244 این میشه 45. 245. 246. 247. 24. یعنی چی؟ مگه کتاب دست شما نبود آقای حسینی؟ سفر رو برعکس کنیم. آریا! آریا! گفتم منو صدا میکنه. ما یه دست خودم شروع کرد لرز. ما یه صفحه برعکس. یکی از صندوقهای دیگه که من از این اتاق پیدا کردم و روی صحنه آوردم رمز همین جوری داره ولی سه رقمی. شاید بعد رمز، یعنی صفحه کتاب رو برعکس بزنیم و اون باز شه. یعنی 942. 942. بریم با هم ببینیم. این کتاب رو همین
بذارید میارم من. بفرم چون اینجا میخورید تاریکه. یا آره دست شما باشه که عوض نشه کتاب، همینجوری ببریمش. بفرمایید. خیلی لطف کردید آقای دکتر. داریم میایم پیشتون. بیاین بیاین. غیبش نکرد. غیب شد. بیاین شام ساعت شد. بیاین. حداقل نکرد دکتر بیار شام کتاب. باز ما تو صفحه پاره شده بود صفحه. خب از همین ور اینجا رو دیگه میشناسید. شما هیچ ایمیل نکردید. من از اینجا بعد رو دیگه بهش. منزل خودتونه بفرمایید. باش کنه. از دور نگاهشون خود فیزیک شبیه سوس خرسی نیست. دیگه این راهرو براتون کاملا آشناه دیگه. اینجا دیگه میشناسید. بفرمایید. کتاب رو من میتونم بگیرم؟ بله. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. یه چهار پایه لطفاً. یه چهار پایه چیزی برام. آقا من. آقای دکتر تشریف میارید لطفاً. بفرم. رمز رو خودتون لطفاً بزنید. 942. چند بود؟ 942. برعکسش میشه 942. فقط قبلش یه رمز دیگر رو امتحان بکنید بعد 942 رو. سعید برعکس 249. 49ی که باز. 942. الان 920 رو دارم آزمایش میکنم باز که نمیشه. باز نمیشه. خب 942. نه بابا خرگوشه نپره. بردارید لطفا پاکت رو تشریف بیارید. بفرمید آقای دکتر. لطفاً پاکت رو باز کنید. میتونید پاره کنید که دیگه هر چی محتویات درونش هست هر آنچه که هست رو ببینیم، یا اینکه باز بفرماییدم اینجوری. صفحه اول بیارید میخوایید نگاه بکنیم. ببینید که از همین کتاب، چون میدونید که هر کتاب مثلا 1000 تا 5000 تا تیراژ داره. ممکن این از کتاب دیگه ای کنده شده باشه، ولی این کتاب ما بود که با هم آوردیم و شما تا اینجا آوردید. ببینید از همین کتاب کنده شده. 249 صفحه که درسته. بله. و باز هم میترسم اینجوری میشه گرفت که آها. دوربین ها هم ببینن. بله. آره درست بود صفحه؟ بله. همون متن؟ بله درست بود. و اما راهنمایی بعدی میشه بخونید آقای دکتر؟ همه من میتونم بگیرم ازتون؟ بله. همه من آخر من شد مرگ. همه من چی میتونه باشه؟ زندگی. زندگیش. همسرش. دفترچه خاطراتشه؟ آره؟ دفترچه هست؟ من و بهترین دوستم هر دو متولد فصل بهاری. فقط اون 2 سال از من بزرگتره. اون متولد 1352 هست. شما گفتید متولد 50 هستین آقا. <تص->
وایسید بذاری ببینیم چی میگه. دو سال کوچکتر میشه که. امروز اصلا حوصله نوشتن ندارم. اشتباه میگم؟ اگر که این اگر خودش متولد 1350 بوده، دوستش متولد 1352، دوستش دو سال کوچکتر میشه ازش. بله. کوچکتر هست؟ آره دیگه، دو سال 52 تا 50. دو سال کوچکتر. دو سال کوچکتر بوده. عددش بزرگتر. یه روز رو حوصله نوشتن نداشته. امروز خانومی اومد مغازه ما و یک پرس غذا سفارش داد. خانم نونهالی آشپز بوده. اومده مغازه شون و غذا سفارش داده. شبیه مادر بزرگش هم بوده. یاد مادر بزرگش افتاده. به شدت شبیه مادر بزرگ. به دلیل قد کوتاه هم. بله. همیشه در مدرسه جلوی کلاس می نشستن. آفر. قدش هم کوتاه بوده. ای بابا. با این ماه گرفتگی پیشونیم. روی پیشونیم فکر می کردم زشتم، ولی مادرم همیشه به می گفت تو زیباترین بچه دنیایی. کی بود؟ کاوه. آگهی فوت. اسمش چیه؟ کاوه. نه. ده سه 98.